سخنان تاریخی مارشال محمد قاسم فهیم: برای هر وجب خاک وطنم رزمیدم و بهای سنگینی پرداخت کردیم. به نام خدا و با عرض سلام به کانال ادلارسانی ما خوش آمدین. مشروع خبرها. هارون میرسیدی در صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: برای هر وجب خاک وطن رزمیدیم و بهای سنگینی پرداخت کردیم. مارشال فقید نماد عیاری، غرور، هیبت، صلابت و اقتدار و شکوه جهاد و مقاومت بود. رحلت جانگداز نابهنگام شادروان مارشال فقید زایه بزرگ بر پیکر مقاومت بود و تا امروز جایش خالی است. رحلت مارشال فهیم فقید کاملا مرموز بود. در آخرین سفرش برای درمان در جرمنی تشریف داشتند، با جمعی از فرهنگیان و دانشمندان و نخبگان طرح ساخته بودیم که دید و بازدید در رایزنی ها برای ایجاد مقتدرترین پایگاه مطالعات استراتژیک سیاسی فرهنگی را در اروپا پایه‌گذاری نماییم. مارشال فقید از هر تلاش برای صلابت و افتخارات مبارزات آزادی بخش وطن کوتاهی نکرد. حتی در سفرش به ایالات متحده آمریکا گفته بود: ما مالک سرزمین خود هستیم و قهرمان شکست تروریسم مردم مجاهد افغانستان هستند و من الله توفیق. این در حالی است که در یکی از مجالس از مارشال فقید نقد کردند که چرا به اسب سواری زیاد علاقه‌مند هستید. ایشان در پاسخ گفته بودند که بازکشی ورزش ملی و بخش از فرهنگ مردم ماست. همان گونه که کرکت یک ورزش است، بازکشی هم یک ورزش ملی و نماد فرهنگ سرزمین ماست. مارشال صاحب دوستان، یکی از دوستان و علاقمندان و ورزش بازکشی با مارشال فقید بودند و زمانی که با هم می بودند آنها مسابقه جذاب و با شکوه بیشتری می داشتند. این در حالی است که اجمل در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: یک گپ خلاص می گویم، اگر سیاستی یا نظامی بخواهد به زورگویی یا به تجاوز خواسته هایش بالای مردم افغانستان بقبولانم، اگر این آرمان خود را به گور ببرد. مارشال محمد قاسم فهیم: انا لله و انا الیه راجعون. روحش شاد و یادش گرامی باد. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. برای حمایت بیشتر لایک، سابسکرایب و کامنت نموده تا از جدیدترین و بروزترین ویدیوهای ما با خبر شوید. اوقات خوش داشته باشین.